دارای مدرک لیسانس فیزیک، شروع فعالیت آشنایی با سازمان مجاهدین خلق برمیگرده به سالهای 58، در حالی که یک میلیشیا بودم. فعالیت هام رو در داخل ایران به اصطلاح شروع کردم تا سال 62 که در حقیقت دستگیر شدم و بعد از اینکه در داخل زندان واقعا شاهد شکنجه های مجاهدین از خواهران و برادرانم بودم، رنج و ناله های اونها واقعا همچنان که هست هر روز با منه و شاهد تمام اون رنج ها هستم. مادرانی که سن و سالی داشتن و یا کسانی بودن که از خواهرانم که باردار بودن و منتظر این بودن که با به دنیا آوردن فرزندشون حکم اعدام براشون صادر می شود. و واقعا الان باور کنید وقتی که این قیام ها رو در داخل ایران می بینم احساس عجیبی به هم دست میده و می بینم که همه اینها احساس میکنم که به همدیگه گره خورده. خون تمامی اون شهدایی که برای آزادی ایران سر به دار شدن، تمام اون جوانهایی که از 13 ساله گرفته تا مادران 70 چند ساله، در حقیقت با این قیام سراسری گره خورده و الان هم ما میبینیم که در فضای سیاسی امروز رژیم در بدترین شرایط خودش هست. میبینیم که از خود حرفای مقامات رژیم که در حقیقت حاکی از ترس و وحشتش از سقوط محتومش هستش و واضح مسلمه که این خونها، این رنجها بدون جواب نخواهد موند و به دست مردم ما، به دست دستهای غیور مردم ما این رژیم نابود میشه. و من از همینجا واقعا با تمام وجودم اعلام میکنم که ما که تک تک هوادارا، چه در خارج چه بچه کانهای شورش که در داخل ایران هستن، اعلام میکنیم که تا سرنگونی رژیم از پای نمیشینیم و انتقام خون تک تک این بچه ها رو، شهدا رو از رژیم خواهیم گرفت. همینطور که میبینیم باز هم ما مواجه هستیم با درد و رنج مردم محروممون در داخل ایران، کسانی که به خاطر خرجی و گذران زندگیشون مجبور به کلی فروشی هستن. بسیاری من خودم فیلم ها رو از سیما مشاهده میکنم، مردمی که در حقیقت از کیسه های زباله دارن نان و غذای خودشون رو تهیه میکنن. همه اینها رو واقعا ما شاهدیم در داخل ایران که این رژیم سفاک چه به سر این مردم ما آورده و از طرفی قیام مردم، تظاهرات کارگران شوش، هفت تپه رو میبینم که با چه شجاعتی در مقابل این دشخیمان ایستادن و سر فرود نمیارن. به همه اونها از همینجا درود میفرستم، دست تک تک اونها رو میفشارم، اون زنان قهرمانی که، مادرانی که باز هم در فیلمی که در سیما باز هم دیدم که فریاد میزنه و بر سر این دشخیمان، و جوانی رو میبینم که سجده میکنه در مقابل این مادر. و این ایستادگی ها واقعا ارزشمنده برای تک تک ما. و بدونین که همچنان که زندانیان ما در داخل زندان ها دارن مقاومت میکنن، شما هم در خارج هم پیمان با اونها باید فریاد هاتون رو بلند و بلندتر، رساتر و رساتر بکنید تا این رژیم ددمنش رو از پا در بیاریم. من درود میفرستم بر تک تک مردم و خلق قهرمان ایران و از تک تک اونها میخوام که در این همیاری، در گرجیزان 23 همیاری شرکت بکنن که در حقیقت شعار هر لحظه با قیام رو با سیمای آزادی ما داشته باشیم که صدای مردم غارت شده هستش. و از شما هم میخوام که این مسئولیت ملیتون رو در حقیقت انجام بدید. متشکرم. درود بر شما منیر عزیز و بر این عزم جزمتون.